نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز پنج شنبه 22 ربیع الاول سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با برخی از اتهامهایی که به امام حسن مجتبی علیه السلام در رابطه با ازدواجها و طلاقهای مکرر ایشان در تاریخ و برخی از روایات نقل شده فرمودند، در این رابطه اگرچه روایتی در اصول کافی نقل شده اما حتما از باب تقیه بوده است، یعنی قرائن تقیه متوفر در آن است، لذا حمل بر خلاف ظاهر می شود. معظم الله در رابطه با برخی ادعاها که گفته شده مردم هم مشتاق بودند که دختران خود را به ازدواج امام حسن مجتبی علیه السلام در بیاورند فرمودند، این نوع گفته ها توجیه و خلاف ظاهر است و اگر واقعیت داشت کشف می شد، چرا که اگر حتی یک انسان عادی هم چند همسر اختیار کند و آنها را طلاق بدهد به این صفت مشهور می شود. حال اگر این اقدام توسط امام حسن مجتبی سبط اکبر پیامبر اکرم و فرزند امیرالمومنین صورت می گرفت، در حالی که دشمنان فراوانی هم داشتند قطعاً به این صفت مشهور می شدند، در حالی که این گونه نبوده است. ایشان در ادامه تأکید فرمودند، تمامی این اتهام ها توسط معاویه ساخته شده و اگر از امام معصوم علیه السلام هم مطلبی در این زمینه نقل شده باشد باید بگوییم که تقیه است، همانند موارد دیگری که معصومین علیه السلام تقیه کردند. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. این چیزی که نسبت به حضرت مجتبی صلوات الله علیه نوشتن قطعی البطلانه و اینو نوشتن، اینو من از خودم عرض نیم کنم بزرگان نوشتن، اینو معاویه اصلا درست کرد و یک دونه روایت صحیحه داره که اون قطعا باید حمل بشه براتون مقطوع البطلانه. اصلا روایت صحیحه کجا حجته در ظرف شک؟ باید حمل بشه بر تقیه، مثل بعضی روایت دیگه که حمل بر تقیه میشه. از حضرت صادق هم علیه السلام هست یه روایت دیگه داره که حضرت صادق علیه السلام یک کسی ازش یه مسئله پرسید، قبل که حضرت جواب بدن گفتن ابن ابی لئون سائل، گفت ابن ابی لیلا اینجوری فتوا داده. ابن ابی لیلا قاضی از قبل منصور بود توی مدینه. حضرت فرمودن اما ابن ابی لیلا فلا اتمکن من رده، برام نبود معجزه کنم. یعنی اگر ابن ابی لیلا در یه مسئله عادی یه فتوایی میداده، حضرت صادق برخلافش میگفتن میکشتن حضرت صادق، یعنی عذر پیدا میکردن در کشتنش. خلاصه قصه امام حسن مجتبی صلوات الله قطعی البطلانه و اگر یه موردم یه روایت صحیح داره که داره و حجیت روایات در ظرف شک که چون امارت دیگه طریقه، یعنی طریقه این مقطوع البطلانه.